سین بفرمایین. خانم ساجد سلام. سلام علیکم، چه حال دارین؟ روز شما خوش. مهربانی، بفرمایین، از کجا صحبت؟ شهامتتان بسیار زیاد قابل تقدیر شهامتتان که شما جرأت میکنین و این جنایتکارا رو افشا میسازین. تشکر بسیار زیاد و شما سر بسیار مردا را خاریدین با این شهامتتان. ما مردای ما بسیار زیاد چی بگویم مسامحه‌کار هستن. دومی که امی صحنه ویدیویی که بچه‌ای که جوان بیچاره را کشوی مغزی کردن نشان دادن واقعا راستی دردناک است. چیزی براتان بگویم که این یک واقعیت است در قرآن شریف است که میگه یقاتلون فی سبیل الله. تا وقتی که اتر آیات در قرآن باشه این چیزا ادامه داره. ما از علمای دینی خواهش میکنم کی آیات خشونت است که میگه که مسلمان امرای یهودی و مسیحی دوستی نکنه. یا قاتلون فی سبیل الله حتی فتنتن بکشین قتل کنین در راه خدا. یه خدا چی رقم است که قبول داره که در راهش آدم قتل کنه؟ ما اتو خدا بسیار مشکل است که آدم قبول کنه که بگوه که تو شما در راه من قتل کنین بکشین. من نمیفهمم که چه قسم خداست وقتی که قدرت همه چیز به دستش است چی ضرورت داره که در راهش ما باید قتل کنیم؟ ما از دانشمندای خود کسایی که بله برادر امکان داره که شما همین مسئله را امرای یکی از علمای دینی خب اینا به نام اسلام ما میگن که میگه از مسلمان نمیفهمیم، لکن در قرآن ما هست این چیزا که خشونت تشویق میکنه. میگن که دین اسلام صلح است، لکن قرآن بخونیم دین اسلام لاو از دین اسلام محبت از دین من اسلام شاید من حکم کفر بکشن، اما 14 قرن 18 قرن پیشتر در اروپا یک آدم آمد به نام مارتین به نام مارتین که امی چیزای مسیحی را مورد انتقاد قرار داد. اینا از مذهب خود آیات خشونت چیز پس کردن. ما باید این آیات خشونت از قرآن پس کنیم، اگر نه جهان هیچ وقت بر ما بدیده اعتماد نمی نگرند و ما هیچ وقت نمی تانیم که اعتماد جهانیان به خود بگیریم. تشکر برادر، یک دنیا هستن. تشکر میکنم. من باز هم اگر راجع به این مسئله که شما گفتین من فکر نمی کنم.